سرخط مهمترین خبرهای امروز، یک دختر در اوروزگان با خوردن تریاک خودش را کشت. طالبان رئیس پیشین کرکت بورد را در کابل بازداشت کردند. خبر فوق العاده عاجل که همین اکنون از ولایت پنجشیر به دست ما رسید. کمین خونین در زمان کور. سلام، درود به کانال ادارسانی ما، خوش آمدین. مشروع خبرها: یک دختر در اوروزگان با خوردن تریاک خودش را کشت. روزنامه 8 صبح کابل در صفحه رسمی خود چنین می نگارد. منابع محلی در اوروزگان می گویند که یک دختر جوان در این ولایت با خوردن تریاک به زندگیش پایان داده است. منابع محلی در ولایت اوروزگان می گویند که یک دختر 18 ساله در روستای حزک ولسوالی دهرادود این ولایت با خوردن تریاک خودکشی کرده است. با گفته منابع، این رویداد روز یکشنبه 12 سرطان اتفاق افتاده است. منابع میگویند که این دختر پس از آن اقدام به خودکشی کرد که میخواست با پسر مورد علاقش ازدواج کند، اما خانوادهش به این خواست دختر تن نداده و به آن مخالفت کردند. وقوع این گونه رویدادها در کشور سنتی مثل افغانستان بی‌پیشینه نیست. همچنان این در حالی است که طالبان رئیس پیشین کرکت بورد را در کابل بازداشت کردند. 13 سرطان 1401. منابع از بازداشت عزیز الله فضلی رئیس پیشین کرکت بورد افغانستان از سوی طالبان در کابل خبر می دهند. یک منبع معتبر از کرکت بورد کشور می گوید که عزیز الله فضلی ناوقت روز یکشنبه 12 سرطان با یک مکتوب جعلی به دفتر مرکزی کرکت بورد رفته و خود را رئیس جدید این نهاد معرفی کرده است. با گفته منبع، محافظان دفتر کرکت بورد به این دلیل که زمان رسمیات ختم شده از آقای فضلی خواستند که در زمان رسمی مراجعه کنند و مکتوب دستگاشه خود را به جای اینکه خود به کرکت بورد بیاورد باید طبق اصول از طریق اداره امور بفرستد. منبع میگوید که رئیس پیشین کرکت بورد از پشت در به این نهاد برگشت داده شده است، اما کرکت بورد در مورد بازداشت او ادعایی ندارد. این در حالی است که منابع از طالبان و بعضی از رسانه ها گفتند که رئیس پیشین کرکت بورد با افراد مسلح به این نهاد مراجعه کرده و پس از جلوگیری از ورودش درگیر شده و شلیک های هوایی صورت گرفته است. با گفته منابع، فضلی پس از این رویداد بر اساس هدایت رئیس الوزرای طالبان بازداشت شده است. پس از تسلط طالبان بر کشور، این گروه رئیس جدید برای کرکت بورد معرفی کرده است. همچنان در حالی است که فرمانده خالد امیری در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می‌نویسد: در یک کمین نیروهای جبهه مقاومت ملی، حوالی ساعت 7 صبح امروز در منطقه درچه روستای زمانکور ولسوالی عنابه پنجشیر، 6 طالب کشته و 2 طالب دیگر زخمی شدند. فرمانده خالد امیری: تشکر از اینکه تاکنون کانال ما را بیننده بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشین. تا درود دیگر، بدرود.